آموزش ساخت تمپلیت در نرم افزار استوریلاین. تمپلیت ها یا قالب ها طرحهای متشکل از چندین قالب هستند که میشه محتواهای مختلف شامل محتواهای متنی، انیمیشن و سایر محتواها رو درون اونها قرار داد. مزیت تمپلیت ها یا قالب ها این هست که باعث صرفه‌جویی زمان برای ما میشن. یعنی ما میتونیم با انتخاب یک تمپلیت آماده فقط محتواها رو وارد کنیم و درگیر طراحی های مربوط به قالب نشیم. در نرم افزار استوریلاین هم امکان استفاده از قالب های تمپلیت هایی که به صورت پیش‌فرض در کتابخانه نرم افزار وجود داره هست و هم میشه تمپلیت ها و قالب های جدیدی رو به این کتابخانه اضافه کرد که در این آموزش هم استفاده از قالب های موجود در نرم افزار و هم اضافه کردن قالب های جدید به کتابخانه موجود در نرم افزار رو آموزش خواهیم داد. برای اینکه از قالب های موجود در نرم افزار استفاده کنیم میتونیم از زبانه هوم بر روی نیو اسلاید کلیک کنیم و با قرار دادن اشارهگر موس بر روی گزینه مای تمپلیت قالب های موجود رو باز کنیم. همینطور که مشاهده میکنیم قالب های مختلفی در اینجا وجود داره که ما میتونیم هر یک از اونها رو که مد نظرمون هست و بیشتر با کاری که داریم انجام میدیم سازگاری داره انتخاب کنیم و بر روی گزینه ایمپورت کلیک کنیم. توجه داشته باشید که از قسمت insert into scene میتونید تعیین کنید که این قالب در صحنه که در واقع در جریان هست و جاری هست یا همون current scene ایمپورت بشه و یا اینکه در یک صحنه جدید که در این صورت باید new scene رو انتخاب بکنید و نامگذاری بکنید و همچنین میشه گزینه تحت عنوان same as imported template رو انتخاب بکنید که در این صورت قالب به صحنه منتقل میشه که قبلا از این قالب در اون استفاده شده باشه. اگر هم از این قالب در صحنه استفاده نشده باشه به طور اتوماتیک یک صحنه جدید ایجاد میشه. من بر روی گزینه new scene کلیک میکنم و نامش رو به همون حالت پیش فرض قرار میدم و بر روی import کلیک میکنم. کمی زمان میبره تا فرآیند تکمیل بشه. مشاهده میکنید که با دبل کلیک بر روی صحنه وارد قالب مورد نظر شدیم که میتونیم ویرایش ها رو بر روی متن ها انجام بدیم. من این زبانه رو میبندم تا آموزش رو ادامه بدم. در این مرحله قصد دارم وارد کردن تمپلیت به کتابخونه رو بهتون آموزش بدم. برای این منظور ابتدا اون قالب رو وارد نرم افزار میکنم. برای من این قالب به صورت یک اسلاید در نرم افزار پاورپوینت هست. به همین منظور من اون اسلاید رو ایمپورت میکنم به این صورت که بر روی نیو اسلاید ایمپورت و ایمپورت پاورپوینت کلیک میکنم و از محل ذخیره اون رو انتخاب میکنم. اسلاید مورد نظر رو در حالت انتخاب قرار میدم و به صورت یک صحنه جدید ایمپورتش میکنم. شما میتونید اسلاید رو خودتون بسازید و یا از اسلایدهای آماده استوریلاین استفاده کنید و یا از اسلایدهای سایر نرم افزارها هم میتونید استفاده کنید. من بر روی این صحنه دبل کلیک میکنم و قصدم این هست که این قالب رو به کتابخونه اضافه کنم. برای این منظور بر روی منوی فایل کلیک میکنم، سیو از رو میزنم، محلی که مد نظرم هست که تمپلیت ذخیره بشه انتخاب میکنم، یک نام مشخص و واضح رو برای تمپلیتم انتخاب میکنم که من در اینجا فعلا تست قرار میدم نام تمپلیت رو و از save as type نوع رو از storyline project به storyline template تغییر میدم. اگر بر روی گزینه save کلیک کنیم این قالب به کتابخانه اضافه میشه. حالا به کتابخانه مراجعه میکنیم ببینیم که به چه صورت هست اضافه شده و ما میتونیم از اون استفاده کنیم یا خیر که حتما این اتفاق افتاده. برای این منظور کاری که در ابتدا انجام دادیم رو تکرار میکنیم. از زبانه هوم، نیو اسلاید و مای تمپلیت وقتی که وارد این محیط بشیم میتونیم از قسمت تمپلیت گزینه تست رو انتخاب کنیم. اگر گزینه تست رو انتخاب کنیم تمام اسلاید هایی که در این
پروژه استفاده کردیم به عنوان قالب هایی ذخیره شدن که ما میتونیم اونها رو انتخاب و مجددا استفاده کنیم. پیش از وارد کردن این پروژه به صورت تمپلیت، اگر بر روی این فلش کلیک میکردیم فقط گزینه ولوسیتی وجود داشت، اما پس از ورود پروژه جدید گزینه تست هم به اون اضافه شد. به همین ترتیب شما میتونید پروژه های دیگری رو هم به صورت تمپلیت ذخیره کنید و از قالب ها و اسلاید های موجود در اون استفاده.